بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. عیدتون مبارک، نماز و روزه هاتون قبول باشه. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید و روزگار به خوبی بگذرونید. الحمدلله رب العالمین. در سال روز ولادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام باز توفیق این رو پیدا کردم بنده در خدمت شما باشم با برنامه سلام کربلا که تقدیم میشه خدمت شما از استدیوی برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام واقع در خیابان قبله شهر مقدس کربلا و در همجواری با حرم های مطهر آقا سید و شهدا آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام. ان شاء الله روزی همه شما عزیزان باشه و از نزدیک زائر آقا سید و شهدا باشید و بعد از زیارتتون به مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام سر بزنید. و اینکه ما مرتب عرض میکنیم در همجواری با حرم های مطهر آقا سید و شهدا و آقا ابوالفضل العباس نزدیکی رو خودتون احساس بکنید، تشریف بیارید انشاءالله از روی پشت بام موقعی که امکانش باشه زیارتی بکنید، ویوی رو ببینید که مرتب توی دوربین دیدید و هیچ جای دیگه دنیا همچین ویوی گیرمون نمیاد حقیقتاً. انشاءالله روزیتون باشه. و اما ولادت آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه، کریم اهل بیت، جانم، لطف خدای تبارک و تعالاست که حضرات معصومین رو برای ما خلق کرده. این که عرض میکنم برای ما خلق کرده، حقیقتاً برای هدایت بشر خلق کرده، برای رستگاری بشر خلق کرده. در حدیث قدسی و شریف کسا قطعاً شنیدید، مرتب از مجموعه هم پخش میشه، شما حضراتم قطعاً میخونید همراه با ما و
و اینکه خدای تبارک و تعالی میفرماید من هیچ چیزی رو خلق نکردم مگر برای شما، و اون بزرگواران رو هم برای ما قابل دسترسی قرار داد برای خلقت. ولی خب متاسفانه و متاسفانه افرادی که دنیا دوست بودن تحمل نداشتن ببینن افرادی در دنیا هستن، مخلوقاتی هستن که خدای تبارک و تعالی تمام امورات خلقت رو در اختیارشون قرار داده. ای اونا اون طورن، چرا من نباشم؟ ای اونم که مثل من بشره، اونم مثل من راه میره توی این بازار و غذا میخوره، چه مزیتی نسبت به من داره؟ و متاسفانه و متاسفانه قدر ندونستند و یکی یکی اونها رو از مخلوقات گرفتن تا اینکه خدای تبارک و تعالی دیگه آخرین ذخیره خودش رو در پس پرده غیبت قرار داد و به ما فرموده، هم اون امام معصوم به ما فرموده و هم خود خدای تبارک و تعالی فرموده بقیت الله خیر لکم. مگر شما دنبال خیر نیستید؟ این بزرگوار برای شما بهترین و بالاترین خیره. ما هم از این بزرگوار اطاعت میکنیم، همانندی که از جد اکبرشون آقا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، آقا امیر المؤمنین و اجداد گرامیشون آقا امام حسن و امام حسین علیهم السلام پیروی میکنیم، از این امام هم پیروی میکنیم، چون به اعتقاد ما شیعیان همشون از جنس یک نورن، کلکم نورون واحد. میخونیم در زیاراتمون این کلامی که من عرض میکنم فقط از باب تذکر و الا الحمدلله رب العالمین. همه عزیزان بیننده اهل فضل هستند و این مسائل رو تماما میدونن، فقط از باب تذکر بود و تلنگر بود برای خودم و هست انشاءالله. این موارد تماما به نفع ماست، قدر این داشتمون رو داشته باشیم، بدونیم چه نعمت و چه گوهر گرانقدری در اختیار ما هست و ما مانند پیشینیامون غدار نباشیم، از پشت سر خنجر به این آقا نزنیم. حالا شاید سوال بشه آقا ما کی همچین؟ بله آقا جان شما نکردید، ولی من که میدونم متاسفانه اعمالم، رفتارم، کردارم، تمام اینها و حتی نگاهم یک کلامی که از این دو لب خارج میشه، یک چشم خیره‌ای که با چشم به نقطه‌ای دوخته بشه، از عمل دیگری که من خوشم نمیاد که چه بسا عمل خیلی کامل و سالم و معناداری هست و برای رضای خداست داره انجام میشه، با یک چشم خیره تمام اعمال خودم رو به باد میدم. وقتی که من این خطاها رو انجام میدم اینها تمام اذیت میکنه، ولی نعمتمون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو. بیش از این وقت شما عزیزان و حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری رو نگیرم و امروز هم انشاءالله بشینیم پای درس این عزیز و ببینیم بقیه قوانین زندگانی و خوشبختی کجا قرار داده شده، ما هم انشاءالله متذکر بشیم و
عمل بکنیم. دعوت میکنم شما و خودم رو به دیدن و شنیدن کلام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری از واشنگتن امریکا رو. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چیزهایی که همه مردم اون رو قبول دارن اون این است که ظلم قبیح است. فقط ظالم کیست؟ از هر کسی سوال بکنی یک چهره هایی را، یک موضوع هایی را در نظر عرف ظلم میدونن و یک جاهای زیادی رو ظلم نمیدونن. مثلا اگر حاکمی ظالم باشه اون رو ظلم میدونن، کار او را ظلم میدونن، گرانی به وجود بیاد ظلم میدونن، نابرابری باشه ظلم میدونن. خب اینا خیلی واضحه، به قول عرب ها و آخوندها اینا اظهر المصادیق، یعنی روشنترین مصداق در یک مطلبی، بله اینا هستن. اما آیا اونی که رشوه میده ظالمه یا ظالم نیست؟ اونی که رشوه میگیره ظالمه یا ظالم نیست؟ اونی که خطا میکنه چه توی خانه چه توی محل ظالمه یا ظالم نیست؟ اونی که کفران نعمت میکنه ظالمه یا ظالم نیست؟ فرض بکنید اگر این که غذایی در یک جای رفت، مهمانی سلف سرویس بود و غذا برای خودش زیاد کشید و نتونست بخوره و اینو میریزنش دور، اگر بریزن دور آیا این ظالم است یا ظالم نیست؟ تو صف نانوایی، تو صف نمیدونم هر یکی از صفها بیاد جا بزنه، جای خود کسی دیگر رو بگیره یا زد و بند بکنه با کارمندی، با کارمند اداره از شهرداریه، نمیدونم هر مؤسسه ای، مالیاته، هر چی، این گاوبندی ها و این زد و بند ها اینا ظلم هست یا ظلم نیست؟ میگه خب آقا دولت از ما زور میگیره، ما هم با اینا زد و بند میکنیم، یه چیزی به اینا میدیم و خودمون رو از زور ظالم نجات میدیم. حرف درستی هم هست. اگر قرار باشه که انسان ظالمی پشت سرش باشه و مجبور باشه برای اینکه خودش رو از دست ظالم و یا از کردار ظالم نجات بده، باید یک کارایی بکنه. اما این کارایی که میکنه آیا حق کسی دیگر رو از بین میبره یا نه؟ به هر حال تشخیص این که این کاری که من دارم میکنم ظلم است یا نه، این خودش مهمه. قرآن کریم از زبان خداوند میفرماد و ما الله بظلام للعبید، خداوند هرگز ستمگر نیست و بندگان خودش را ستم نمی کنه. این قبح ظلم تا چه اندازه در جامعه ما روشن شده؟ یعنی اینکه تصور زن، همسر، تصورش اینه که شوهر من حق منو نمیده، ظلم در حق شوهر هست یا نیست؟ تصور مرد در این که زن بهش ستم میکنه، این ظلم در حق زن نیست اگر ستمی نمیکنه؟ خیلی مسئله میتونه دایره وسیعی داشته باشه و میتونه دایرش بسیار بسیار تنگ باشه، به این معنا که خودمون توسعه میدیم معنای ظلم را در جامعه و نمونه های ظلم را در جامعه خودمون یا توسعه میدیم یا دایرش رو کوچکتر میکنیم. مثلا یک دقل کردن که در یکی از کشورهای خاورمیانه پلیس راهنمایی اونجا جریمه میکرد، منتها به راننده ماشین میگفت تو جریمت مثلا 100 واحد پول اون کشوره، اما من ازت نمیگیرم، ولی برو نصف اون رو بندست توی اون صندوق مال کمک های سر چهار راه، صندوق های گذاشتن سر چهار راه، برو اونجا توی صندوق امدادی چیزی هرچی اسمی داره، برو نصف این مبلغ را بریز اونجا. خب اون بند خودم خوشحال از اینکه جریمه نمیشه و میرفت مبلغی رو حالا یا کمتر میریخت یا بیشتر، هرچی میریخت. و بعد شب که میشد اون آقای
پلیس راهنمایی میرفت اون صندوق رو کلید مینداخت باز میکرد و معلوم میشد که این صندوق اختصاصی به این آقاست و مردم خیال میکنن دارن صدقه میدن و این آقا داره حق مردم رو اینجوری میگیره. این ظلم هست یا ظلم نیست؟ یکی یکی در مسائل زندگی روش فکر بکنیم ببینیم کجا ظلمه و کجا ظلم نیست. حالا اگر این که من در معامله با کسی، حالا میخواد مسلمان باشه میخواد کافر باشه فرقی نمیکنه، ظلم قبیح هست، چه در حق شیعه انجامش بدی، چه در حق مسلمان انجامش بدی، چه در حق کافر انجامش بدی. یعنی منی که در کشور بیرون، کشورهای بیرون آمریکا، اروپا زندگی میکنم، من نوعی آیا میتونم اونجا مال دیگری را بدزدم؟ این ظلم در حق او هست؟ شیطون چی میاد میگه؟ شیطون میاد میگه آقا اینا که مال امام زمانه، اینا که مالک نیستن، و از این مطالبی که تو ذهن آدم میاد و ممکنه همه این مطالبم درست باشه، اما ما هستیم و فتوای مرجع تقلید ما، مرجع تقلید ما میگه که ظلم قبیح هست، دزدی قبیح هست. اگر یک مسلمانی را به یک دادگاهی ببرن که تهمت ظلم، تهمت رشوه، تهمت نمیدونم این چیزایی که خلاف قانون در هر کشوری میتونه باشه، اگر من مسلمان در یک کشور غیر اسلامی متهم به این مسائل بشم، حتی دروغ گفتم، میدونید در کشورهای آمریکا، اروپا، کشورهای بیرون دروغ گفتن قبیحه و دولت هرگز به دنبال این نیست که دروغ من رو در بیاره، ولی اگر کشف بشه چی؟ در سالهایی که ما آمده بودیم آمریکا، یعنی این حرف مال 25 سال قبل تقریبا، یک آقای مسلمانی را بازداشت کردن چون در یک فروشگاهی رفته بود یک کیف خریده بود، اون موقع دوربین و اینها نبود خیلی، یک کیف خریده بود، توی اون کیف خیلی لباس ریخته بود و آمده بود که خود قیمت کیف را اسکن بکنه و بپردازه. تصادفاً اون کارمند کاشر اونجا اومد این ساک رو جابجا بکنه، دید سنگینه، وازش که کرد دید پر لباس و امثال اینها. خب پلیس آمد و این آقا رو بازداشت کردن. این آقا میدونید چی گفت؟ خیلی عیبه، خیلی عیبه. گفت که در دین ما دزدیدن از شماها جایزه؟ میدونید آبروی اسلام رو میبره اینجور؟ این ظلم به اسلام نیست؟ هنگامی که ما یک مطلبی را نسبت به پیغمبر اکرم بدیم و در حالی که پیغمبر اکرم نفرموده باشه، این ظلم در حق پیغمبر نیست؟ اگر این که این حرفایی که حالا بعضی از خلاصه مسلمان نماها میزنن برای این که توجیه بکنن عمل غلط خودشون را، میان از پیغمبر اکرم مایه میگذارن، از حرفای روایت های غیر شیعه رو نقل میکنن که اینا اهانت به رسول خدا هم هست، اما ما سیاستمدارها، اونایی که سیاست دارن، اونا سعی میکنن که برای توجیه عمل خودشون یک همچین اتهام هایی رو به پیغمبر اکرم بزنن، وقت این ظلم به پیغمبر نیست. اگر من کاری بکنم که چهره اسلام بد بشه، این ظلم به اسلام نیست؟ خب این ظلم از کجا سرمنشأ گرفته؟ عوامل خیلی زیادی هست، اما غالب این عوامل برمیگرده به خانه. یعنی هنگامی که زن و شوهر به همدیگه ظلم میکنن، یا پدر و مادر در حق فرزند ظلم میکنن، اونایی که بچه را میزنن، بعد این بچه میره توی مدرسه یه بچه دیگه رو میزنه، پدر این میاد از فرزند خودش حمایت میکنه، اون آقا اگر ضعیف باشه ساکت میشه، اگر قوی باشه او به این ظلم میکنه و میکشه قصه ها، تا شد سرباز که شد افسر مربوطه بهش ظلم میکنه و این سربازه وقتی که شد افسر باز همین به سربازای دیگه ظلم میکنه و وقتی که وزیر میشه، وقتی که وکیل میشه، کم کم ظلم به همدیگه روا می داریم و فراموش می کنیم که ظلم قبیحه. اما اگر از خانواده تونستیم کنترل بکنیم، به این معنا که توی خانواده زن و مرد نسبت به همدیگه ظلم نکنن، دروغ گفتن هم یه نوعی ظلمه، تهمت زدن هم یک نوعی ظلمه، اگر ما این کارها رو بذاریم کنار و سعی بکنیم یک جوری زندگی بکنیم که ظلم، واقعا همه انواع ظلم در نظر ما قبیح باشه،
نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که یک مدینه فاضله درست میشه که این مدینه فاضله تمام خوبی ها درش هست و بدی ها در آن نیست. بله، اگر حاکم ظالم باشه این سرایت میکنه به مردم، اگر مردم هم ظالم باشن از میان مردم رئیس انتخاب میشه، رئیس جمهور، رئیس مملکت، وزیر. اینا مگر از کجا میان؟ از کشورهای غربی که نمیان، اینها تو همین کشورهای خودمون بزرگ شدن. میدونید در بعضی از کشورهای خاورمیانه معلم میگه که من تا بچه رو کتکش نزنم این درس خون نیست، درس خون نمیشه. خب این ظلم میکنه به بچه به بهانه این که این بچه با کتک خوردن ظلم درس خون بشه. خب اگر این که این کتک خوردنه در این ملکه شد، یاد گرفت قبح ظلم را، ما باید سعی بکنیم به همدیگه یاد بدیم و خودمون باور بکنیم که ظلم قبیحه. تا زمانی که همه انواع ظلم را یاد نگیریم، نشناسیم، نمیتوانیم با اون مبارزه بکنیم. پس یه مقداری کنکاش بکنید، اونهایی که اهل تحقیق هستن سرچ بکنن معانی و مصادیق ظلم را، ببینن ظلم چه مصادیقی داره و کجاها معنا داره، تا اینکه مانع بشن از اینکه کسی به دیگری ظلم کرده باشه. پس بنابراین ظلم قبیح است، چه حاکم ظلم بکند و چه محکوم ظلم بکند. لذا در روایات زیادی داره پیغمبر اکرم خوابیده بودن، دراز کشیده بودن زیر درختی، عربی با فرزندش داشت می آمد از اون کنار رد می شد. فرزند از پدر پرسید پدر جان این کیه اینجا خوابیده؟ گفت که این رسول اللهه. گفت که پس محافظی، نگهبانی چرا نداره؟ پدر گفت فرزندم عدل فاستراح، عدالت به کار برد، خیالش راحته، ظلمی در حق کسی نکرده. الان کدام یکی از مسئولین یا شبه مسئولین تا 10 درجه شبه مسئولین ما در کشورهای خاورمیانه کدوماشون نگهبان ندارن؟ برای چی نگهبان داریم؟ آیا خودمون از خودمون میترسیم؟ یا کاری کردیم که ممکن است کسی به ما ظلم بکنه، کسی ما را اذیت بکنه، کسی انتقامش را از ما بگیره؟ اینها قابل بررسیه و اگر ما بررسی نکنیم نتیجه نمیتونیم بگیریم. پس بیاییم قبح ظلم را به همدیگه یاد بدیم و از خدا بخواهیم، یاد بگیریم از خدا. خدا هرگز ظلم نکرده و دوست نداره ظلم را. روایت داره من ظلم را بر خودم حرام کردم تا شما از ما یاد بگیرید و ظلم به یک دیگر نکنید. امیدوارم که انشاءالله موفق باشید هر کجا که هستید. کمال تشکر رو داریم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری و پیرو صحبت‌های این عزیز. از خدای تبارک و تعالی می‌خواهیم که ان شاء الله این مورد بد و قبیح رو اول از همه از خود ما دور بکنه و ما توفیق نداشته باشیم هیچ وقت که این عمل زشت رو انجام بدیم. دوم این که هدایت بکنه ظالمین رو اگر قابل هدایت هستن، و اگر هم قابل هدایت نیستن لااقل ماها رو از دست اونها نجات بده. ما نمیگیم با اونها کاری بکنه، دیگه خودش میدونه و عدالت خودش. خیلی عذر میخوام به خودم گم، گرچه
هیچ کس این اجازه را نداره. باز من به خودم میگم شاید یه کسی یه افکار دیگری داشته باشه، تو کار خدا دخالت و فضولی نمی کنم. اون کاری رو که خدا خواسته رو انجام میدم، دیگه خودش میدونه و بندش. فرموده لعن بکن، لعن میکنم. فرموده پیروی نکن، پیروی نمیکنم. فرموده دعا بکن، دعا میکنم. فرموده از کنار این مسئله بگذر، با اینکه بی تفاوتی نداریم اصلا، چون اختیار رو به خودمون داده، از کنار این مسئله بگذر. من میگذرم، عرض میکنم، خودش میدونه و بنده خودش. الحمدلله رب العالمین. وقتمون رسیده که بنده به نیابت از شما، دست ادب به سینه بگذارم، رو به حرمهای مطهر آقا سید و شهدا آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام قرار بگیرم، با همدیگه عرض سلام و عرض حاجت و عرض تبریک داشته باشیم و درخواست ایدی بکنیم از مادر بزرگوارشون، از جد بزرگوارشون، از پدر بزرگوارشون، به مناسبت ولادت پرخیر و برکت کریم اهل بیت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. و این که مهمترین چیزی که به درد ما میخوره و الان حقیقتاً نیاز جامعه بشریت و نیاز کل مخلوقات هست، سلامتی وجود نازنین و فرج مولامون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. از این بزرگواران بخواهیم در خانه خدا واسطه و شفیع بشن، ان شاء الله امر فرج فرزند بزرگوارشون هر چه زودتر محقق بشه. اللهم عجل لولیک الفرج. هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم. صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك، خصوصا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى أمك أم البنين، وعلى إخوانك وأخواتك، وعلى أطفال الحسين المظلومين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبول باشه بزرگواران زیارتتون، امیدواریم
خیلی زود از نزدیک زاره آقا سید و شهدا سلام الله علیه در کربلا باشید و اما پل ارتباطی شما با شهر مقدس کربلا و برنامه سلام کربلا، شماره تماس 2-0964-771-61-67-100 هستش که انشاءالله شما از طریق تماس تلفنی، تماس صوتی واتساپ و تماس صوتی فیستایم صدای خودتون رو به کربلای معلا برسونید. از همگیتون التماس دعا داریم، جواب عزیزی رو هم بدم در این برنامه اول تماسا و اونم این که درخواست کرده بودن البته چند نفر، ولی من فقط یکیش رو عرض میکنم که آقا چرا از ایمو استفاده نمی کنید؟ عرض بکنیم که ایمو در کشور عراق خوب جواب نمیده، وقتی که شما تماس میگیرید هم تأثیر روی تماس تلفنی میذاره، هم روی تأثیر روی بقیه تماس‌های اینترنتی، ببینید حتی روی خط هم تأثیر میذاره. لحاظاست که بزرگواری میفرمایید شما واتساپ رو نصب میکنید و خیلی راحت انشاءالله صداتون به کربلای معلا میرسه. اولین تماس رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی آقا. خواهر بزرگوارم، عید شما مبارک، نماز و روزه هاتون قبول باشه انشاءالله، بفرمایید زیارت کنید. سلامت باشین هم شما، از شما هم همچنان، نماز و روزه هایتون قبول عیدتان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکی آبا عبدالله، السلام علیکی ابن رسول الله، السلام علیکی امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکی آقا فاطمه الزهرا، السلام علیه علیه، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله برکاتون. السلام علیکی آبا عبدالله و لرعبای لتی علت زهنهای کلیکم منی جمیع، سلام علیه عبد الله بقیت و بقی لیل و نهار و لا جل و آخرات و زیاراتکم. السلام علی الوستین، علی علی ابن الوستین، علی اولاد الوستین، علی اصحاب الوستین. السلام علی تو عالم دار کربلا یا قمر مای بنی آسین. السلام علیکم یا بی برقعی، السلام علیکم یا زدان و نوت و زدان، السلام علیکم یا بی بی زینب کبرا، السلام علیکم یا امام حسن مشتبه داب اکاها، امام حسن مشتبه حسین غریب مظلوم کربلا، فرج آقا امام زمان مرزون، اللهم آمین. خدا کل مریضان شفا بده، آج آقا اعتماد صدا الهی آمین. انشاءالله که خواهرم حاجت روا باشید. اللهم بحق الحسن المجتبى کریم و اهل البيت شافی و عافی كل مريض. السلام عليك يا ابا محمد يا حسن المجتبى، ای گل زهرا يا حسن، کعبه دلها يا حسن، ماه دلارا يا حسن، انظر الينا یا حسن، بحر عنایات و کرم جلوه تو در نظرم، مهر تو نور سحرم، ما رو ببر تا به حرم. انشاءالله ظاهر آقا امام حسن مجتبی باشیم در جنت البقیع، در صحن ساخته شده و بازسازی شده خودشون و بقیه ائمه اطهار. اللهم آمین. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقای من خلفزاده، سلام به شما، سلام به همکاران شما، عید شما مبارک باشد، نماز روزه شما و همکاران شما قبول باشد و همچنین خواهرم. بسم الله الرحمن الرحیم، از راه دور قلب نزدیک زیارت نما عبدالله الحسین علیه السلام، بنیابت همه واریس به واریس بد واریس، بنیابت بچه های، بنیابت خانواده خودم، خانواده شوهرم. بسم الله الرحمن الرحیم، هر کس التماس دعا کرده خدای حاجت در حاجتش برامتا، گرفتار گرفتارش برطرف، ای روزای عزیز خدای شفای همه بیمارا را عنایت بگردان. الهی آمین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنی، السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنی، السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنی، آقا جان بیا. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک
الله يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك ابن خديجة الكبرى، السلام عليك ابن أمير المؤمنين والسيد المسيين، السلام عليك فاطمة الزهراء سيدة السالمين، السلام عليك رسول الله وابن ساري والبيت هات المطر، السلام عليك يا حسن مشتبه يا غريب بقية وكريم أهل بيت میلاد امام حسن مجتبا رو همه شیعه های جهان تبریک عرض می کنم. ان شاء الله که فرج آقای امام زمان خدا به شما جزای خیر بده. الهی آمین. السلام علیک یا الفضل عباس علم دار کربلا، السلام علیک یا زوار کربلا، السلام علیک زینب کبرا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک رقیه بنت الحسین، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جميعا و رحمت الله و برکاته. اللهم عجل لوليك الفرج. السلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله برادر بزرگوار. آقای مرخلف زاده تا عبادت های شما قبول. و همچنین ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. از رای دور و قلب نزدیک زیارت میکنم ابا عبدالله و حسین علی سلام. السلام علیکم ابا عبدالله، السلام علیکم ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسیحین، السلام علیک ابن فاطمه زهرا سیدت النساء العالمین، السلام علیک ابن خدیجه الکبرا ام المؤمنین، السلام علیک ابا عبدالله ارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی لیل و النهار، ولا جعل الله لآخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیک یا مولای ابو الفضل عباس یا قمری بن نفس یا فرزند امیر المؤمنین یا باب الحوائج الى الله، السلام علیک یا زینب کبرا، السلام علیک یا عزیزة الحسین لقیه، السلام علیک یا باب الحوائج مصعب بن جعفر، السلام علیک یا جواد الایمه، السلام علیک امام هادی، السلام علیک امام حسن العسکری، السلام علیک امام حسین مجتبی صلی الله علیه و آله، السلام علیک یا صاحب زمان، السلام علیک یا شریک القرآن، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. التماس دعا، خدا نگهدار. قبول باشه زیارتتون و مالتون ان شاء الله. حاجت روا باشید. ممنونیم از دعاهای خیرتون. یا علی مدد و خدا نگهدار. و اما تماس بعد. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام. به کربلا خوش آمدید. عید شما مبارک. عید شما مبارک. انشاءالله که تعاد عبادت همه شما بزرگواران قبول درگاه حق. و همچنین ممنونیم. بفرمایید زیارت کنید. بدر شکر تماس مرتبش. الله صلی الله علی محمد آل محمد. صلی الله علیه یا مولای یا ابو عبدالله. صلی الله علیه یا مولای یا ابو عبدالله. صلی الله علیک امام الله یا عبدالله. از راه دور با قلب نزدیک سلام میکنم آقای امام حسین. آقا جان میلاد با سعادت برادر بزرگ بارد تبریک باشه. آقا جان انشاءالله که از خداوند متعال بخواهید فرج آقای امام زمان و قلب آقای ما از مرازی باشه. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل ولیک الفرج. السلام علیک یا امام الله یا سلام داری کربلا، سلام علیکه یا مولای یا ابو الفضل عباس، سلام درود خدا به همه شهدای کربلا. انشاءالله خداوند به حق بزرگوارا و به حق ماه مبارک رمضان و به حق آقای امام حسن مجتبی حاجت دل همه شیعان مؤمنین را بده و حاجت دل ما را بده. خدایا انشاءالله خدایا عنایت بکنم. هر چیک دست ما خالی است ولی ما گناهکار خطاکار هستیم، ولی خدایا با کرم خود و با کریم اهل بیت آقای امام حسن یک رحم برای ما بکنه، یک گوشه چشم برای ما بکنه و فرج آقای امام زمان ما رو برسونه. اللهم آمین. اللهم عجل ولی کل فرج. ممنونیم خواهرمون از تماستون. حاجت روا باشید. یا علی مدد و خدا نگهدار. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم حاج آقای میرخلفزاده، خسته نباشی، تعادتون قبول باشه. اسعد الله ایامکم و ایامکم و همچنین اعمال شما قبول باشه انشاءالله. به کربلا خوش آمدید. بفرمایید زیارت کنید.
سلامت باشی حاج آقا. خدا رو شد لحظه تحویل سال کنار ذریح مقدس امام حسین علیه السلام بودم. بینیت بینندگان و خادمین شبکه امام حسین دعای فرج خوندم، همچنین شب جمعه در کربلا دعاگو و نائب زیاره همه بینندگان و خادمین شبکه امام حسین بودم. یعنی بینندگان شبکه امام حسین همیشه به عنوان خانواده خودم فراموش نمی کنم. انشاءالله نصیب همه بشه، مخصوصا زیارت در شبهای قدر. اللهم آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اللهم الان جبت و تاغوت. السلام علیک یا مولای یا رسول الله. السلام علیکم یا اهل بیت نبوت. ولادت امام حسن مجتبی را به رسول الله و اهل بیت پاکش تبریک و تهنیت عرض می کنم. ان شاء الله عیدی من فرج آقا امام زمان باشه. السلام علیک یا مولای یا امیرالمؤمنین. السلام علیک یا مولات یا فاطمه الزهرا. السلام علیک یا مولای یا کریم اهل بیت یا امام حسن مجتبی. السلام علیک یا مولای یا فضل العباس. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله. السلام علیک ابن رسول الله. السلام علیک ابن امیر المؤمنین. السلام علیک ابن فاطمه الزهرا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا صاحب الزمان یا شریک القرآن. اسعد الله علیکم یا صاحب الزمان یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب زمان. ادرکنی ولا تحرکنی یا صاحب زمان. حق امام حسن مجتبی به هممون عیدی بده، به دوستداران محمد و آل محمد عیدی. زیارت کربلا بده. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق کریم اهل بیت امام حسن مجتبی، حاجات همه مؤمنین و مؤمنات. الهی آمین. و همه دشمنان محمد و آل محمد اگر قابل هدایت نیستن خار و ذلیل کن. به حق کریم اهل بیت یا الله. اللهم عجل لولیك الفرج. قبول باشه خواهرم زیارتتون. یا علی مدد. خدا نگهدار. خوشا به سعادتتون، خوشا به سعادت بینندگان عزیزمون که همچین بیننده هایی هم داریم که تقریبا اگر اجرشون بیشتر از مجاورین نباشه کمتر از مجاورین نیست، که اونها میان برای زیارت، میان برای خدمت، دعاگوی بقیه بینندگانمون هستن. خوشا به سعادتتون. الحمدلله رب العالمین. و این هیچ نیست به غیر از فضل و کرم آقا سید الشهدا سلام الله علیه. انشاءالله همه تون حاجت روا باشید. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم حاجی آقا، عیدتون مبارک. طاعت عبادات شما قبول. عید شما مبارک، اعمال شما هم انشاءالله قبول حق باشه. بفرمایید زیارت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. راه دور قلب نزدیک زیارت میکنم ابا عبدالله حسین را زیارت میکنم به نیابت پدرم مادرم و همه خانوادم. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح الذی حلت بثنای علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعل الله آخر الاهد منی لزیارتکم. السلام علیک علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا ابو الفضل ابو. السلام عليك يا بي فاطمه الزهراء سلام الله عليها. السلام عليك يا امام محمد المجتبى. السلام عليكم جميعا و رحمه الله و بركاته. ميلاد امام حسن المجتبى را برای آقا و ابو الحسين تبریک دعمت از می دارم. خدایا به حق آبروی امام عبدالله صف شفای تمام مریضان را بده. اللهم آمین. اللهم عجل لوليك الفرج. حاجت روا باشید برادر بزرگوارم. انشاءالله خیلی زود شما را همراه با خانواده محترمتون در کربلای معلا با صحت و سلامتی همچنین بقیه بینندگانمون زیارت بکنیم. ممنونیم از تماستون و دعاهای خیرتون. یا علی مدد. صلوات الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله الحسین. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقای مخلف زاده. صبح بخیر، عیدتان مبارک.
روزه و نماز قبول باشه انشاءالله با دربار پروردگار، و همچنین اعمال شما قبول باشه. عیدتون هم مبارک باشه خواهرم. بفرمایید زیارت کنید. تشکر، زنده باشی. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک امیر المؤمنین و ابن السید الوسیم، السلام علیک فاطمه الزهراء سید النساء العالمین، السلام علیک خدیجه الکبرى ام المؤمنین، السلام علیک یا ابا عبدالله ارواح التي حلت بفنائك، عليكم مني سلام الله ابدا ما بغيت بغي ليل و النهار، ولا جناح النهار احسن من زيارتكم، السلام على الحسين ولا علي ابن الحسين ولا اولاد الحسين ولا اصحاب الحسين ولا زوار الحسين جميعا ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا باب الحوائج إلى يا مولا يا عبد الفضل عباس علم دار رشيد دشت كربلاء، السلام عليك يا عزتي يا محسن مشتبا عليه السلام، ولادت تبريب مرحمش سيان جهان خصوص امام زمان عليه السلام، السلام عليك يا عزتي بزينب الكبرى سلام الله عليها، السلام عليك يا سيس علي امام حسين عليه السلام، السلام عليك عزتي ام المؤمنين عليه السلام، السلام عليك افتاد دودن شهید چشت کربلا، السلام عليك اهل بيت نازنين پیغمبر، السلام عليك يا امام الزمان يا شريك القرآن يا قريب الرحمن، تبریک میگم ولادت با سعادت حضرت امام حسین مشتبه را، ایدی مار حضور مولای ما بدی امام زمان ما الهی آمین، عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. قبول باشه زیارتتون و حاجت روا باشید، اللهم آمین. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم ماج آقا. فرمایید زیارت کنید. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا أبا عبد الله إني سلمان لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم الى يوم القيامه. قبول باشه برادرم زیارتتون، ان شاء الله حاجت روا باشید، ان شاء الله خیلی زود مشرف بشید و از نزدیک زائر آقا سید الشهدا باشید و نفستون رو توی حرمشون خرج کنید. ممنونیم از تماستون. یا علی مدد و خدا نگهدارتون. در این 30 ثانیه باقی مانده به این میزانی که هنوز فرصت داریم، دست به دعا برداریم و عرض بکنیم اللهم به حق الحسین الشهید و به حق اخیه الحسن المجتبى المسموم عجل لولیک الفرج، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. نباز همانند روز گذشته لعن میکنیم قاتلین پیامبر اکرم و ائمه اطهار و بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. فرق نمیکنه از مرد و زن، از دور و نزدیک. ان شاء الله همگیتون حاجت روا باشید. خیلی زود شما رو در کربلای معلا ببینیم، به ویژه در این شبهای پیش رو، شبهای قدر. زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی کربوبلا، کربوبلا باز ببین اومدم با یه چشمان خیز، جز به گریه کنان آقا اسممو بنویس بنویس.